آقای عبدی، خوشحالم با شما گفتگو میکنم. اون تصویری که فکر میکنم در یکی از خیابانهای شهریار هست و در فاصله کمتر از یک متری با یک کلاشینکوف به شکم شما شلیک میکنن، یکی از عجیبترین، تکاندهنده ترین و تاثیرگذارترین ویدیوهایی که در دهه های اخیر در اعتراضات جهانی به نظر من ثبت شده. به ما بگید آنچه بر شما گذشت در اون لحظات، چه اتفاقی افتاد، کجا و چطور و توسط چه افرادی آسیب دیدین، تا بعد حالا بپردازیم به سوالاتی که در مورد موضوع برنامه مونه. منم سلام عرض می‌کنم. صدای شما خیلی ضعیف دارم من متاسفانه. فکر می‌کنم یه ذره مشکل داریم در قسمت صدا با شما، اگر که بلندتر شما صحبت کنید تا همکارانمون دارن تلاش میکنن درستش کنن. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. دقیقا روز 25 آبان بودش که با افزایش نرخ بنزین همه یه جورایی اومده بودن خیابون رو، معترض بودن به این قضیه که چرا یه همچین اتفاقی افتادش، یهو بنزین 15 برابر 20 برابر یهو گرون شده. بعد منم شهروندم و این حق خودم میدم که بیام اعتراض کنم، اومده بودم خیابون با وقت اعتراض که یواش یواش خیابون یه خیلی شلوغ شد و این مامورای لباس شخصی اومدن شروع کردن که تیر هوایی زدن و مردم رو ترسوندن که بخوام مردم رو فرار کنم. اونجایی که مردم هم دیگه یه جیهای خونشون به جوش اومده بود دیگه، از این همه فشار و از این همه بی‌عدالتی نترسیدن، این شب میدون رو خالی نکرد. بعد دیگه که یه سری از اتفاقاتی که افتاد باعث شدش که اون مأمور تیراندازی کرد به سمت چند تا از دوستای ما که داشتیم به سمتش میدویدیم. یکی از دوستای من تیر خورد توی سینه به اسم مهدی، همونجا جا به جا خود کردش مهدی. بعد من اینقدر دیگه عصبانی بودم از این قضیه که دیگه چیزی متوجه نشدم، مثلا چیزی واقعا دیگه داغ کرده بودم از اینکه یعنی اینجوری دارن بیرحمانه کشتی میکشن مردمو. دیگه دویدم که بهش نزدیک شدم، به فاصله یک متریش که رسیدم برگشتش و شلیک کرد به پای من، شلیک کرد شکمم نبودش وقتی پای من شلیک کرد. بعد از اون دیگه دوستان کمک کردن منو بردن رسیدن جایی که بتونم که خونه لاغر جراحی کنم، چون هر کی بیمارستان میرفتش واسه مداوا. اون سال اولی بودش که با این نیسان ها یخچال ها میمادن از توی بیمارستان ها، یکی پاسگاه با این نیسان یخچال ها میمادن، مردم از شهر خارج میکردن، به فکر کسی هم نمیرسید که جلو اینا رو بخواد بگیره. بعد یکی از آشنای نزدیک ما که توی بیمارستان کار میکردش به من گفتش که تلفن بگم اصلا سمت بیمارستان نیا، فقط اینکه برو یه جای امن تا ما بتونیم بیایم اینجا کمکت کنیم و ببینیم میشه چی کار. که منم دیگه بیمارستان نرفتم، یه جای همین که بتونم کامل آقل درمان کنم بیایم دو فهمش.